گردهمایی عدت در قطب شمال روسیه قرار است کشورهای این منطقه به حل اختلافات خود درباره استفاده از منابع کره زمین بپردازند. این گردهمایی بین المللی برای 2 روز در مسکو آغاز شده است. هدف این گردهمایی این است تا قطب شمال به یک منطقه نزاع بر سر منابع زمینی تبدیل نشود. در این گردهمایی که زیر نام سرزمین گفتگو و تفاهم قطب شمال دایر می شود بیش از 300 تن سهم گرفتند. به این گزارش توجه کنید. همایی که به ابتکار انجمن جغرافیایی روسیه دایر می شود، تغییر اقلیم، مسائل مربوط به منابع طبیعی و آینده انکشاف منطقه را مورد بحث قرار می دهد. سرگئی شویگو رئیس انجمن جغرافیایی روسیه که وزیر حالات اضطراری این کشور نیز می باشد گفت که در مباحثات تأکید خواهد شد که قطب شمال به حیث یک منطقه صلح و همکاری عنوان شود. متخصصین و سیاستدانان سرشناس از همه اکناف جهان در گردهمایی بین المللی قطب شمال دور هم جمع می شوند. آنها نه تنها نظریات و تجارب را میان هم تبادل می کنند، بلکه همکاری همه جانبه را در مورد مسائل کنونی قطب شمال نیز آغاز می کنند. کشورهای قطب شمال روسیه، نروژ، کانادا، دنمارک و آمریکا هستند. آنان از مدت‌ها سعی دارند تا بخش‌هایی از این منطقه را زیر ملکیت قانونی خود درآورند. اقدامات زیر تصرف درآوردن مناطق قطب شمال در حالی به راه انداخته می‌شود که گزارش‌ها می‌رسانند که یخبندان این منطقه در اثر بلند رفتن درجه حرارت زمین در حال ذوب شدن است. اکنون با ذوب شدن یخ‌های این منطقه دسترسی به منابع سرشار انرژی آن مهیا می شود. منطقه شمالی قطب 1/4 بخش ذخیره نفت و گاز کل جهان را دارا می باشد. روسیه، کانادا و دنمارک در نظر دارند ثبوت ملکیت قانونی خود بر سلسله کوههای زیر دریای قطب شمال به نام لومونوسوف را به سازمان ملل متحد تقدیم کنند. روسیه 9 سال قبل ادعای ملکیت این سلسله کوهها را با سازمان ملل متحد مطرح کرد، اما این ادعا به علت کمبود دلایل آن زمان رد شد. خبرهای ورزشی را مصطفی مهرزاد تقدیمتان میکند. تشکر. به نام خدا و با عرض سلام. فدراسیون پارالمپیک هم از روز جهانی صلح تجلیل کرد. ریاست فدراسیون پارالمپیک کشور با برگزاری مسابقه فوتبال دوستانه میان معلولین پایتخت صبح امروز از روز جهانی صلح و همبستگی استقبال کرد. شاه خادم اللهیار رئیس فدراسیون پارالمپیک افغانستان هدف از برگزاری این رقابت ها را تجلیل از روز صلح و دعوت معلولین و معیوبین به ورزش عنوان کرد. در این روز دو تیم سباون الف و فدراسیون پارالمپیک با مسافه یکدیگر رفتند که در پایان فوتبالیست های دو تیم با نتیجه تساوی 1-1 تن به رضایت دادند. قرار است فدراسیون پارالمپیک افغانستان از تاریخ 3 میزان مسابقات انتخابی تیم های ملی پارالمپیک کشور را در پایتخت راه اندازی کند. مسابقات گزینشی تیم ملی آب‌بازی کشور آغاز می شود. نخستین دوره رقابت‌های انتخابی تیم ملی آب‌بازی کشورمان فردا با حضور 30 آب‌باز برتر از سوی فدراسیون این رشته راه اندازی می شود. این مسابقات در دو رده سنی جوانان و نوجوانان در حوض کابورای شهر کابل با مسافه 100 متر برگزار می شود. در پایان نفرات اول تا سوم هر رده سنی با تیم ملی آب‌بازی کشور راه پیدا می کنند. مسابقات گزینشی تیم منتخب بسکتبال به عنوان پایتخت با 2 دیدار پیگیری شد. در دومین روز از رقابت‌های انتخابی منتخب بسکتبال شهر کابل، تیم‌های سنگر بی و افغان کلاب در مقابل حریفان با برتری رسیدند. در این روز ابتدا دو تیم سنگر بی و خورشید به مسافه یکدیگر رفتند که در پایان بازیکنان سنگر توانستند با حساب 16-9 بر حریفشان غالب شوند. بازی دوم این روز را تیم‌های افغان کلاب و مهرجو برگزار کردند که افغان کلاب با نتیجه 15-10 توانست حریفش را از پیش رو بردارد. روز گذشته نیز تیم سنگر الف بر شاروالی و شاهین بر مهرجو غلبه کرد. این مسابقات با حضور 8 تیم برتر پایتخت از سوی فدراسیون این رشته برگزار شده است که در پایان 24 چهره برتر موفق می‌شوند پیراهن تیم منتخب شهر کابل را برتن کنند. این مسابقات تا 1 هفته دیگر ادامه دارد.
تشکر از توجهتان. با پایان مجموعه خبری این ساعت از نگاه رسیدیم. سپاس از توجهتان. خدا نگهدار.